خوش آمدید میگیم دوباره شما را، بیننده های عزیز تلویزیون جهانی خورشید. شما مبارزات نفسگیر و جالب مسابقات بین المللی MMA را در افغانستان کابل تماشا میکنین. مبارزین فوق العاده عالی از جمهوری اسلامی ایران و از جمهوری اسلامی افغانستان. واقعا شما دیدین که لحظات هیجان برانگیز و نفسگیر بود. خب در این قسمت برنامه میریم با طرف همکاران ما، مبارز و همکار عزیز ما، اگر کامنتی داشته باشن تا مبارزین بعدی را در استیج دعوت کنیم. سپاسگزار مسعود بزرگوار. آل دو مبارز از افغانستان است. جزئیات بیشترش از باز محمد مبارز میپرسیم. سن و همچون ریکورد، قد و وزنشان باز محمد مبارز برای ما میگم. تشکر. دو فایتر عرفه‌ای MMA افغانستان، توانایی‌شان در برابر یکی دیگر نشان میتن، مبارزه میکنن. یکیش از ولایت کابل است و دیگیش از ولایت بلخ هستند که لحظات بعد ما شما مبارزه این دو قهرمان عرفه‌ای افغانستان مشاهده میکنیم که وزنایشان 80 کیلو است و هر کدامش در بک‌گراندش یک ریکورد دارن و با امید موفقیت اردیش. به افتخارشان، شاه محمد محمدی میثم یوسفی حال میان و مبارزه میکنن. خب در مورد از این دو مبارز چی گفتنی داری؟ مبارزه است تو با این دو مبارز آشنایی بیشتر داری؟ میشه که در مورد توانایی هایشان کم صحبت بکنی؟ میثم یوسفی عضو فایتر سازمان UFC افغانستان است که یک ریکورد در بک‌گراندش داره و شاه محمد محمدی از ولایت بلخ کمربند فدراسیون او سپورت پیش خود داره. دیگه امیدوار هستم در این فایت ما پیش بینی کردن میتونم، اما میرم فایت از نزدیک میبینیم. بسیار خوب. مبارز عزیز، اگر شاه محمد محمدی برنده شود عضو UFC افغانستان میشه؟ عضو UFC افغانستان شده. پیش از اینکه هر فایتر که اینجا مبارزه میکنه همراه ما باید یک قرارداد فایتر که داخلی باشه و خارجی باشه قرارداد تعهدنامه‌اش گرفته میشه، بازو برش فایت جور میشه. بسیار خوب، میریم به طرف مسابقه. خب دوستای نهایت گرامی، دو مبارز ای بار از افغانستان، میثم یوسفی در مقابل شاه محمد محمدی که واقعا رکورد بسیار عالی دارن، در سنین 28-24 سال هستن، رکورد بسیار عالی دارن. قدشان 180 سانتی متر، 185 سانتی متر، 81 کیلوگرم و 81 کیلوگرم وزن دارن. مبارزین واقعا عالی هستن. میثم یوسفی وارد استیج میشه. با افتخارش کف بزنین دوستا. میثم یوسفی یکی از فایترهای و مبارزین خیلی عالی در مسابقات بین المللی MMA محسوب میشه. ریکارد فوق العاده عالی داره. آمادگی میگیره به خاطر مبارزه در مقابل شاه محمد محمدی از افغانستان. خب دوست عزیز، مسابقات قبلی را دیدین، مبارزین از کشور جمهوری اسلامی ایران و از جمهوری اسلامی افغانستان. واقعا این مسابقات نفسگیر بود و این بار هم مسابقات فوق العاده عالی داریم برای شما عزیزا. حضار گرامی با تشویق‌هایشون واقعا برنامه و قفس مبارزه را زیباتر و جذابتر ساختن و امیدوار هستم که به این منوال ادامه پیدا کنه. میثم یوسفی آمادگی میگیره به خاطر مبارزه در مقابل حریفش. لحظات بسیار نفسگیر است، قلب ها میتپه تا این دو مبارزه ببینن که کدامش میتونه قهرمانی را نصیب خود بسازه. میشه که در رابطه با قوانین مبارزات آزاد بر ما بگید؟ قوانین مبارزات آزاد پیش از اینکه او را بگویم، ما یک عفو میخواهیم از تمام هموطنهای عزیز ما که این مسابقه جالب دیدنی را تماشا میکنن، چون بار اول است یگان کمی ها و کاستی ها که
از طرف کارمندای شبکه رخ میده. ایرا شما به بزرگواری تان عفا بکنین، چون بار اول است، تجربه مهم است. به او خاطر ما امیدوار هستم در دورهای بعدی این کمی و کاستی ها همگش پر شوه. و قوانین ورزش ممی یک ورزش آزاد است، در زم که یک ورزش آزاد است، ولی بعض قوانین ها و فولای خود داره که از طرف سرکم مسابقات سیمینار داده شده و اوجا من قرار داده شده. آیا بعد از این مسابقه و بعد از چندی مسابقه که شما برگزار میکنین، پلان از این را دارین که مسابقات جهانی را بالاخره بیاریم به افغانستان و برگزار کنین سازمان ایفسی؟ انشاءالله به یاری خداوند و به حمایت مردم افغانستان، اداره ورزش افغانستان، ریاست تربیت بدنی، امیدوار هستم در دور بعدی 10 کشور در افغانستان ببینیم و از بهترین فایترهای آسیا و اروپا، امریکا را داشته باشیم در برابر فایترهای افغانستان. و امی فایترهای ما را انشاءالله که راه پیدا بکنن به بزرگترین سازمانهای جهان و آرزوی روز داریم. ما تصمیم دارم که هر کسی جا بهترین بدرخشه، خوب مسابقه کنه، او را در یکی از سازمانهای بزرگ روسیه ببرم که یک بار دیگه وعده است که بیرق سیرنگ افغانستان به اعتزاز در بیاریم. به افتخار بیرق سیرنگ افغانستان میریم، دو مبارزه از افغانستان هم میبینیم. خب شاه محمد محمدی حالا وارد استیج میشه. به افتخارش کف بزنین دوستا، شاه محمد محمدی from Afghanistan vs Maysam Yusupi. This could be a breathtaking fight between two fighters tonight through Khurshid TV with cooperation of AFC Afghanistan. شاه محمد محمدی یکی از مبارزین فوق العاده عالی است که 28 سال سن داره، ریکارد فوق العاده عالی در بک‌گراند مبارزاتش دیده میشه، 185 کیلوگرم وزن داره، ببخشید 81 کیلوگرم وزن داره و 185 سانتی متر قدش است. در مقابل میثم یوسفی امشب به مبارزه میپردازه و ببینیم که نتیجه مسابقه به نفع کدام مبارز تمام خواهد شد. شاه محمد محمدی آماده میگیره به خاطر وارد شدن در بزرگترین استیج مسابقات MMA. شاه محمد محمدی، با افتخارش کف بزنین دوستا. میثم یوسفی در مقابل شاه محمد محمدی. هر دو مبارز ما از افغانستان است. داور آمادگی میگیره به خاطر آماده ساختن این دو مبارز در مسابقات بین المللی MMA. راوند اول. چیزی را که قوانین سازمان است، فایت براتون سرکم سیمینار دادم، خطا تذکرات اینا را مراد بکنین، چانس خوب، فایت خوب. یک بغل کشی کنین. با افتخار دو مبارز از افغانستان کف بزنین دوستا. مجید دو مبارز و رنگ آمدن، رقابت آغاز خواهد شد. میثم یوسفی در برابر شاه محمد محمدی، هر دو از کشور عزیز ما افغانستان هستند. و ضربه عالی و فرصت خوبی داره میزنه، ضربه چای همه بزنه به صورت شاه محمد محمدی. خوب کار کرد میثم یوسفی. یک بار دیگه میثم به طرف شاه محمد محمدی ضربات پیهانی را کرد، پرتاب صورت خوب از طرف بازیکن میثم. باید ببینم که این رقابت چگونه به پایان خواهد رسید. میثم یوسفی خواهد کرد شاه محمد محمدی را ضربات پیهان عالی کار میکنه. آکن آکن یک بار دیگه و با دخالت رفی باید ببینم که بله پیروز رقابت میشن میثم یوسفی. میثم یوسفی مغلوب مسابقه شد. شاه محمد محمدی مبارز از افغانستان، شما ریویو را میبینید دوستان، در لحظات بسیار کم شکست خورد در مقابل میثم از افغانستان. میثم یوسفی
موفق شد که قسمی که شما شاهد بودین یک مسابقه بسیار جالب بود. به هر صورت هنوز تصویب نشده. خب شما محمد محمدی رقابت کوکو میکنه و زحمت پیغمبر که با صورت حریف میکنه. میثم یوسفی مسابقه تس میثم یوسفی بسیار خوب کار کرد در برابر حریف خودش شاه محمد محمدی. آفرین بر میثم یوسفی، بسیار خوب کار کرد. من نمیفهم که چرا فایت دوباره اینا استارت کردن. قسمی که معلوم میشد در دفعه اول یا مو ناکاوتی اول ما درست بوده، که حتی قبل از اینکه در ناکاوت بره پیش از اون میتونست که داور وسط استاپ کنه مسابقه را. بر صورت داور زمانی که استاپ کرده بود درست بود. نمیفهم فایتر شاه محمد محمدی همو زمان هم ناک داون یا نوکاوت بود، نه ایرا دوباره چون فایت گرفتن دوباره شروع کردن، باعث شد که حتی فایتر ما از شاه محمد محمدی متاسفانه با خونریزی روبرو شده. شاه محمد محمدی همچنان صدمه بسیار بزرگ دید. ایرا نمیفهم دوباره چطور دوباره تصمیم به این گرفتن که فایت دوباره بسازن. به هر صورت فایت بسیار جالب. میثم یوسفیت با تشویق باید روبرو شود. اولشون میشه باز محمد مبارز با رنگ میاد با دو مبارز صحبت میکنه. باز محمد مبارز سفیر پلیس ملی کشور ما روی رنگ هست. با افتخارش یک کف جانانه بزنین. ما امشب واقعا فایت‌های بسیار خوب و جالب را شاهد بودیم. به هر صورت ما توقع از فایترهای ما توقع بسیار زیاد داریم که مثل قهرمان ملی ما، مثل آقای باز محمد مبارز که چندین بار بیرق افغانستان در کشورهای مختلف به اعتزاز آوردن، باز هم مثل امو بتونن فایترهای خوب در آینده شوند. و در میثم یوسفی که دور اومد با خیر امرای خارجی ها فایت کنم تا بتانم یک مقام رو بر افغانستان رو کسب کنم. سپاس از شما کامیابیات رو میخواییم. ما چیز گفتنی خاص ندارم. مبارزه است، فایت است، برد و باخت داره و هر کسی که آمادگی خوب داشت از توانایی خوب برخوردار بود نتیجهش داخل رنگ میبینه و این باخت ها کلش تجربه است. ما با شاه محمد میگم تمرینایش ادامه بده. سازمان افسی افغانستان دور بعدم چانس میده بیا تا برنده شوه. تشکر. ډیره ډیره مننه. مونږ هم په خپل نوبت سره میلمنو ته ښه راغلاست وایو، خوش هم دید. او د لوبې بایلل ګټل خو مهمه دا ده چې مونږ تاسو ټول په یوه تلار کې سره یو ځای ته شوي یو او په ملیوناو خلک مونږ تاسو ګوري. او بیا هم دواړو ته مونږ مبارکي وایو. مونږ د نور نړۍ هیوادونو له سپورټمینانو نه غوښتنه کوو چې افغانستان ته راشئ. دلته امن دی، سول دی، سوله دی، دلته عزت دی، زموږ میلمنه دي، مونږ یې ډېر عزت کوو. دواړو ته مبارکي وایو. ډېره ډېره مننه. تشکر محترم. تشکر از حضور ګرم شما. مهمانان ګرانقدر ما تقدیرنامه مبارز را تقدیمش میکنه. میثم یوسفی مهمانان گرانقدر، سپاس از حضور گرم شما که به برنامه زیبایی بخشیدین. حال کپی قهرمان از طرف باز محمد مبارز قهرمان افغانستان برش تفویض میشه. دوستا کپ بزنین با افتخار میثم یوسفی. تشکری میکنم از استاد باز محمد مبارز که چنین مسابقات برگزار کرده تا تمام فایترهای افغانستان روی صحنه بیه، فایترهای خوبش البته. و تشکری میکنم از تلویزیون خورشید
که این برنامه را برگزار کرد در طور زنده که تا تمام جهان ببینه این فایت‌های قشنگ افغانستان. تشکری میکنم از استادم علی احمد افشار و تشکری میکنم از استاد بارز که مرا در این مدت دو ماه تمرین داد، بسیار فشرده، بسیار سرم زحمت کشید تا ما توانستم همین برد از آن خود کنم. تشکر از میثم یوسفی. مبارزه فوق‌العاده عالی بین دو فایتر افغان بود که واقعا جالب بود. تشکر از مهمانان گرانقدر، لطف کردین، تشکر از شما، تشکر. خب دوستان نهایت گرامی، مسابقات نفسگیر است در برنامه بین المللی MMA به ابتکار AFC و شبکه جهانی خورشید. واقعا مسابقات شما میبینین که هیجان است و مبارزه است، کامیابی است و ناکامی است. در وقت بعد از وقفه شبکه ها را تبدیل نکنین، با شبکه جهانی خورشید باشین. خب خوش آمدین دوستان عزیز و بیننده های عزیز شبکه جهانی خورشید. شما را بازم خوش آمدید میگیم بعد از وقفه در مسابقات بین المللی MMA با ابتکار AFC و همکاری شبکه جهانی خورشید. مسابقات واقعا عالی بود، شما قبلا دیدین که مبارزین از افغانستان فایت فوق العاده عالی را انجام دادن. حال میریم به طرف همکاران ما، آقای مبارز و امید جان، که در مورد مسابقات بعدی چی نظر دارن؟ ممنون، سپاسگزار از تشویقای شما و حضور محترم و سپاسگزاری میکنیم از جناب وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث و همچنان از جناب قربان حقجو موین وزارت تجارت و صنایع افغانستان که حضورشان در این مسابقات پررنگ است و آرزو میکنم که بیشتر حضوری که در تالار هستند تشویق بکنن مبارزین خود. و حال دو مبارز از کشور عزیز ما افغانستان، شیرشاه مبارز در مقابل بلال ظاهری، سن شیرشاه مبارز 20 است و در ریکورد خود دو برد داره. 175 سانتی متر قدش است، 70 کیلوگرم وزنش. و همچنان بلال ظاهری 22 سال سن داره و در ریکورد خود دو برد داره و 165 سانتی متر قدش است و 70 کیلوگرم وزنش است. و حال از باز محمد مبارز میشنویم که در مورد از دو مبارز چی گفتنی داره. ما هم به نوبه خود از حوصله‌مندی و حضور پررنگ جناب محترم دکتر عنایت الله فرامند، رئیس دفتر مقام معاونیت و وکیل صاحب مردم افغانستان تنج صاحب، تشکری میکنم که از حوصله‌مندیشان قهرمانایشان تشویق میکنند. و همچنان دو فایتر افغانی باز مبارزه میکنند. ما امیدوار هستم که خیلی فایت جالب است و دیگه امیدوار هستم که شاید مثل دیگه فایت ها واره در راون اول برد و باخت معلوم شد، اما بعد از این فایت بهترین فایت MMA توسط فرید روحانی در برابر قهرمان خیلی عالی و خطرناک مشهور ایران است که تماشا میکنیم. و در پشت از او نوبت فایت کیوان میرسه. کیوان یعنی کیک باکس. رولا دیقان فایتر عرفایی یا ستاره تیم ملی کیک باکس افغانستان است. در برابر کس فایت میکنه که من در سال 2012 فایتای عرفایی شدیده بودم که خیلی خیلی به مردم ایران این فایتر محبوب است و دوست داشتنی است. حتی چند بار از طرف رئیس جمهور کشور ایران تقدیر شده. ما امیدوار هستم رولا دیقان و فرید روحانی در برابر حریفایش خوب بدرخشن، افغانیواره بدرخشن. مبارز عزیز، در مورد امکانات همین مبارزینه که در مقابل مبارزین ایران فایت میکنن، بگو که چی امکانات مبارزات مبارزین افغان دارن؟ یگانه چیزی که امکانات بلندتر دارن شجاعت و غرور و توانمندی افغانیشان هستن.
مطمئنن که امکانات مبارزین ایران از افغانستان که بالا است، اما غیرت افغانیشان از مبارزین دیگر کشورها که بالاتر و بالاست. یقینا جایش است که سپاسگزاری کنم از رئیس و هیئت شبکه خورشید که با سازمان افسی هم کاری کردن، همچون مسابقات بزرگ جالب را اندازی کردن و از کسی که حمایت کرده این مسابقه را، سوپر کلا و اپی انرژی. تشکر. چی خوب است که بریم دو مبارز قهرمان ما را از کشور عزیز ما را افغانستان با هم ببینیم. دوستان گرامی، تشکر از علی احمد افشار، داور قبلی استیج ام ام ای، و سپاسگزاری میکنم از استاد شهزاد، اگر اشتباه نکنم، که داور فعلی استیج است. شیرشاه مبارز در مقابل بلال ظاهری. دو مبارز بر روی رنگ خواهند آمد. تشکر میکنم از همکار خوبم مسعود هاشمی. هر دو مبارز از افغانستان هستند، دو ریکارد در کارنامه میبینند و باید خدمت شما عرض بکنم که اگر رقابت دیدنی دیگه از شبکه جهانی تلویزیون رادیو تلویزیون خورشید شاهد خواهیم بود. منتظر هستم تا دو مبارز بر روی رنگ بیایند و داور این رقابت شهزاده دلسوز داوری است که جناب داور چی فکر میکنین این رقابت و چگونه میبینین سطح رقابت ها را؟ سطح رقابت ها بسیار بالا است. ما تکرار میکنم، بازم توقعات ما از این ورزشکارا، چون در قفسی که فایت میکنن برای بار اولین بار در افغانستان اتیا قفس گذاشته شده و امی بونیان با مزد بلال ظاهری 22 سال سن داره و در وزن 70 کیلوگرم مبارزه خواهد کرد. خب چهره بلال ظاهری وارد استیج ام ام ای میشه. شیرشاه مبارز بر روی رنگ هست. با افتخار بلال ظاهری کف بزنید دوستان. شیرشاه مبارز برادر باز محمد مبارز هست، توقعات از او بسیار بالا است و بایستی ببینیم در برابر رقیب خودش بلال ظاهری و در این رقابت چه خواهد کرد. شما به شکل زنده و مستقیم این رقابت دیدنی را از شبکه جهانی تلویزیون خورشید میتونین تماشا بکنین. بلال ظاهری وارد استیج میشه. بلال ظاهری 22 سال سن داره و در وزن 70 کیلوگرم رقابت میکنه. 165 سانتی متر قد او است و دو ریکارد در کارنامه خودش به ثبت دارد. بله، ما قسمی که پیشتر عرض کردم، ای افتخاره که به خاطر بار اول است که اتری قفس استاندارد در افغانستان مانده شده و این افتخارش به تمام مردم افغانستان میرسه، خصوصا به آقای باز محمد مبارز که خودش یک قهرمان خوب بوده و میخواد که قهرمانای خوب تربیت کنه و به جامعه افغانستان و حتی به دنیا بسپارش و تقدیم کنه. بعد از این رقابت یک رقابت دیدنی دیگر وحید آشوری از ایران در برابر فریدالله روحانی خواهد داشت. وارد میدان میشه. بله، هر دو بلال ظاهری. شیرشاه مبارز VS بلال ظاهری، both fighters are from Afghanistan. تا لحظاتی دیگر یک رقابت دیدنی دیگر از تلویزیون جهانی خورشید شاهد خواهیم بود. بلال ظاهری در برابر شیرشاه مبارز قرار گرفته. دو جوان و دو آینده دار در برابر یک دیگر. باز محمد مبارز پیش بینی کرد که این رقابت در راوند اول با پایان خواهد رسید. جناب دکتر ملاحظه میکنین بلال ظاهری در وزن 70 کیلوگرم رقابت میکنه و همچنان شیرشاه مبارز. با نظر داور رقابت دیدنی آغاز میشه. بله، فایت آغاز میشه. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری. ظاهری خودش به مبارز نزدیک میکنه. هر دو فایتر ما بسیار آرام هستن و از قسمی که معلوم میشه استرس ندارم. لا
بگد آلی بلال ظاهری در برابر مبارز خوب کار میکنه، باید نزدیک شد. مبارز فرار میکنه از مقابل مبارز، ظاهری خودش نزدیک میکنه با مبارز. یک بار دیگه قسمی که معلوم میشه، یک بار دیگه معلوم میشه بلال ظاهری در برابر مبارز از کار بکنه و یک لگده بسیار خوب لوکک میزنه در برابر مبارز بلال ظاهری. شیرشاه مبارز بسیار آرام است، عالی کار میکنه، بسیار خوب یک لگده تماشایی را میزنه. هاکن عالی و هاکن بسیار خوب از طرف شیرشاه مبارز. بلال ظاهری شیرشاه مبارز در اختیار داره، میتونه او را بلند و پس زمین بزنه. عالی کار میکنه بلال ظاهری در برابر شیرشاه مبارز. بلال ظاهری شیرشاه مبارز در کنار قفس حریف خودش کرد. هاکن بزنه، هاکن شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری در کنار قفس. جناب دکتر چی پیش بینی میکنید؟ قسمی که معلوم میشه آقای مبارز از فیزیک و از بدن بسیار خوب برخوردار است و از تکنیک پرتاب بسیار خوب. یک بار دیگه شیرشاه مبارز بلال ظاهری را خواب میکنه، حرکت لنگ میگرد پهلوانی و شیرشاه مبارز با مشتای آهنین خودش و صورت بلال ظاهری ضربه میزنه. اوج حساسیت و مهیشترین یک رقابت ورزشی، عالی کار میکنه شیرشاه مبارز. قسمی که معلوم میشه باز هم شیرشاه مبارز حریف را خواب میکنه و روی رنگ شیرشاه مبارز حریف را تحت فشار قرار داده. قسمی که معلوم میشه بلال ظاهری از دماغش خونروی هم پیدا کرده. شیرشاه مبارز حریف را در اختیار داره، فشار میاره بر روی بلال ظاهری. فراموش نکنین که خونریزی داره بلال ظاهری و شیرشاه مبارز به خوبی تانسته او را تحت فشار قرار بده. شیرشاه مبارز 20 سال سن داره، در وزن 70 کیلوگرم مبارزه میکنه. بلند بشه بلال ظاهری با سر و صورت خونی در این رقابت در برابر شیرشاه مبارز قرار گرفته. شیرشاه مبارز از بدن بسیار خوب و از توانایی بدن بسیار خوب برخوردار است و قسمی که معلوم میشه سر حریف همیشه حاکم است و از مشتا و جناب دکتر خونریزی داره این ورزشکار ما، فکر نمیکنی که برای سخت شده رقابت؟ خوب این قسمی که معلوم میشه رقابت های حرفه‌ای است، ما چیز گفته نمیتونیم در این حالت، اما این داور وسط تصمیم گیرنده است، داور میفهمه که چی زمان مسابقه را بلال ظاهری تحت فشار هست. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری در وزن 70 کیلوگرم، داور هر دو مبارز را به آرامش دعوت میکنه. شهزاده دلسوز داور این رقابت از ناحیه بینی بلال ظاهری دچار خونریزی شده. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری چه خواهد شد این رقابت دیدنی؟ حالا بلال ظاهری با آکن میخواه به صورت شیرشاه مبارز ضربه بزنه. این قسمی که معلوم میشه شیرشاه مبارز هم مثل برادر کلانش از بدن بسیار خوب و فیزیک بسیار خوب برخوردار است و شیرشاه مبارز با کنار قفس میبره حریف خودش. نه خوب کار میکنه، یک بار دیگه شیرشاه مبارز بلال ظاهری گردن شیرشاه مبارز قلف کرده. سبمیشن به نام گیوتین نام داره، اما تکنیکی گرفته نشده، هنوز درست گرفته نشده، امکان خطا خوردن سبمیشن میره. یک بار دیگه و شیرشاه مبارز در خاک در حریف خودش باید یک مشت آرنج الگو ضربات الگو. یک بار دیگه شیرشاه مبارز حریف را خواب کرده. بلال ظاهری تحت فشار هست، داور باسم هر دو مبارز را به آرامش دعوت میکنه. راوند اول به اتمام رسید و قسمی که معلوم میشه در دو فایتر خوب فایت کردن، خوب کار کردن و اولین مسابقه است که ما شاهد هستیم که راوند اول تمام میشه مثل مسابقات
گذشته ما که همگیش در راوند اول نکاوتی داشتیم او قسم نبود. جناب جسور فکر نمیکنین که این رقابت برای بلال ظاهری بسیار سخت و دشوار شده؟ خب من مثل که قبل از اون یاد کردم که این مسابقه مسابقات حرفه‌ای است، ما هیچ چیز پیش بینی کردن نمیتونیم، اما بر صورت دماغش یا بینیش خونریزی پیدا کرده، این نظر دکتر است، دکتر نظر خودم میتونه. شما بیننده اولین دور رقابت های MMA یا مبارزات آزاد با ابتکار شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستین. این رقابت ها به همکاری سازمان AFC در افغانستان برای نخستین بار برگزار میشه. بلال زاهدی در برابر شیرشاه مبارز، راوند دو عنقریب آغاز خواهد شد. این اولین رقابتی است که به راوند دو کشیده شد و جناب دکتر فکر نمی کنید که بلال ظاهری رقابت برش دشوار شده؟ بازم ما تکرار میکنم که رقابت هیچ چیز ما گفته نمیتونیم، رقابت دوام داره و راوند اول تمام شده، هر دوش از بدن و فیزیک خوب برخوردار است. بر صورت ما قسمی که قبل از او قبلا هم گفتم راوند اول شیرشاه مبارز کارش بالا بود، از پرتابای بسیار خوب، از لنگای بسیار خوب برخوردار بود و از تکنیک بسیار خوب، فیزیک بسیار خوب داشت. گفتم مثل برادر بزرگش، مثل آقای مبارز، چون اموتوره که او آدم در مسابقات بسیار خوب خود همیشه نشان داده، ای هم نشان میده. راوند دوم منتظر هستیم تا آغاز شوه. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری قرار گرفته و باید ببینه که در این راوند کدام مبارز میتونه پیروزی میدان باشه. این رقابت ها به ابتکار سازمان AFC و همکاری شبکه جهانی تلویزیون خورشید برگزار میشه. منتظر هستیم تا راوند دوم آغاز شده با هدایت داور. راوند دوم آغاز میشه. بله، رقابت باز هم شروع شد. بلال ظاهری در برابر شیرشاه مبارز، راوند دوم آغاز شد. یک لگد خوب آی کیک میزنه و بلال ظاهری به نظر میرسه که دوباره خودش رو پیدا کرده و مدال کیکش خطا رفت. یک بار دیگه آی کیک بسیار خوب از بلال ظاهری. یک بار دیگه بک کیک میزنه، خطا خورد. شیرشاه مبارز عالی کار میکنه. حالا یک بار دیگه شیرشاه مبارز گردن حریف را پلس میکنه. بلال ظاهری زیرگیری انجام داد اما هنوز ناموفق است. تحت فشار قرار داره در کنار رنگ شیرشاه مبارز و بلال ظاهری. شیرشاه مبارز 20 سال سن داره و بلال ظاهری 22 ساله هست. بلند میکنه بلال ظاهری شیرشاه مبارز را. داور نزدیک صحنه است. بلال ظاهری قفل کرده پاهای شیرشاه مبارز را. اولین رقابتی که بر راوند دو کشیده شد و بین دو مبارز از کشور عزیز ما افغانستان. قسمی که معلوم میشه هر دو فایتر ما خسته شدن و وقت میگذرانن. در این حالت ها داور میتونه که فایت سریپای اعلان کنه و استارت دوباره بکنه. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری یک بار دیگه. آکن اما آکن خطا. نیکک آکن نیکک از طرف شیرشاه مبارز. نیکک شیرشاه مبارز بسیار خوب حریف را در کنار قفس تحت فشار قرار داده. نیکک بسیار خوبه در قسمت ران حریف ما متوجه. نیکک از طرف هر دو ورزشکار نیکک کار میشه. رقابتی که در راوند دوم دنبال میشه. 3 دقیقه از راوند دوم باقی مانده زمان جناب دکتر و این رقابت همچنان ادامه داره. بله، قسمی که شما شاهد هستین هر دو ورزشکار هم خوب کار میکنن، هم قسمی که معلوم میشه از خسته شدن و یک بار دیگه شیرشاه مبارز درگیر هستن در رنگ دو مبارز. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری. بلال ظاهری هر دو ورزشکار بسیار آرام هستن. از ناحیه بینی دچار خونریزی شده. آکن در کنار قفس دو مبارز به هم چسبیده هستن. قسمی که معلوم میشه من فکر میکنم که مسابقه ما در راوند 3 هم امکان داره که دوام پیدا کنه و این مسابقه بر راوند 3 بره.
آکنای بسیار خوب از طرف شیرشان مبارز و حریف در قسمت کنج رنگ گیر کرده. تا پایان این رقابت 2 دقیقه و 3 ثانیه باقی مانده. پایگیری بسیار خوب اگر بتانه حریف پرتاب کنه. پایگیری خوب از شیرشای مبارز. باسم بلال زایری در کنار قفس تحت فشار قرار داده. دو مبارز و 1 دقیقه و 48 ثانیه تا پایان راوند دوم باقی مانده. قسمی که معلوم میشه هر دویشان خسته هستن و وقت ضایع میکنن. ما گفتم بهتونم که میشه که فایت در وسط رنگ داور بیاره و گردن بلال ظاهری گردن شیرشاه مبارز در اختیار داره. شیرشاه مبارز میخواه از کمر گرفته از میان ورزشکار از بلال ظاهری گرفته و میخواه که پرتاب انجام بده. اما یک بار دیگه دو مبارز میتونن که لحظات ای بازی و سرنوشت ای بازی رو تغییر بدن. رقابت دیدنی عالی کار میکنه شیرشاه مبارز. حرکت عالی از شیرشاه مبارز. پرتاب بسیار خوب و شاهد بودیم. ما شما قسمی که من گفتم میخواهی که پرتاب خود انجام بده و همون قسم بسیار یک پرتاب عالی و مقبول شاهدش بوده. چی فکر میکنین جناب جسور؟ قسمی که معلوم میشه شیرشاه مبارز میخواهی که سر سینه حریف بگذره و حریف زیر ضربات خود قرار بده و بسیار آرام است. معلوم میشه که از تکنیک و تکنیک های بسیار خوب برخوردار است و میخواهی که حریف غافلگیر کنه و اگر بتونه سر سینه حریف بگذره امکان برنده شدن 90%. آکن بسیار خوب. آکن بسیار خوب از گراوند هوکن یا گراوند هوک نام داره در ام ام ای. شیرشاه مبارز حریف را خاک کرده و در وسط رنگ مبارز 10 ثانیه تا پایان راوند اول. لحظات پایانی راوند دوم و این رقابت به راوند سوم کشته میشه. بله قسمی که ما پیش بینی میکردم امکان داشته که به راوند 3 برویم ما و رفتیم به راوند 3. ببینیم که کدام از این فایترهای ما میتونه برنده این مسابقه شوه و هر دو ورزشکار بر روی چوکای خودشان می نشینن. باز محمد مبارز باید صحبت بکنن. دو مبارز ما در مقابل هم مبارزه می کنن، بلال ظاهری و شیرشاه مبارز و حال از مبارز می شنیم که کدام فایتر ما خوب است؟ اردیش خوب بازی میکنه، خوب میدرخشن، ولی اردیش بدل ما بازی نمیکنه. چرا؟ به خاطر که اردیش بسیار دب، بسیار سست پیش میره. چه قسم باید مبارزه بکنه؟ تو توقعی که ما داشتم اردیش رو رقم کار نمیکنن. باید بسیار جذاب فایت میکنن و پرتابایشان یا مشتایشان با وجود که گاردای اردیش پایین است خلاصه بگویم بدل ما فایده نکرد. چی گفتنی بر اردیش داری؟ بر اردیش گفتنی دارم که تا که دیگه خوب آماده نشن سازمان UFC یا دیگه چانس نمیتن دارید. فعلا چی گفتنی برشان داری که راوند سوم است؟ گفتنی ندارم. گفتنی مهمی است که فایتشان جالب بکنن که کل نه تنها مردم افغانستان کل مردم دنیا هم یال مشاهده دارن و هزار گرامی هم که در تالار است تشویق بکنین. شور و هیجان میتونه که مبارزه را جالب و جالبتر بسازه. ان شاء الله میبینیم مبارزه را. راوند سوم تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری. بلال ظاهری از ناحیه بینی دچار خونریزی شد و راوند سوم تا لحظات دیگر آغاز میشه. رقابت در وزن 70 کیلوگرم و دو مبارز نزدیک هم میشن. شیرشاه مبارز در برابر بلال ظاهری. مبارز 20 سال سن داره و بلال ظاهری 22 سال. آکن 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 بسیار عالی گروه آکن شیرشاه مبارز آکن آکن و شیرشاه مبارز عالی کار میکنن. آکن بسیار خوب از شیرشاه مبارز. بلال ظاهری دوباره بلند میشه. قسمی که من میگفتم شیرشاه مبارز هم مثل
اما برادر بزرگش واقعا از ضربات خوب، از فیزیک خوب، از توانایی‌های خوب برخوردار بود و توانست حریف در راوند 3 با تکنیکال ناک‌اوت یا TKO ببره و در ثانیه‌های اول تسلیمش کنه در راوند 3. و ما نه تنها مبارز تنها، یعنی مقصد میست که برادرایش، باید همه مردم افغانستان آقای مبارز یک سمبول خود و الگوی خود قرار بتن، مثل امو باید از دفاعیت‌های خارجی هم اشتراک کنن. بلال ظاهری در برابر ششای مبارز شکست خورد و بایستی منتظر باشیم تا حکم رقابت چی نتیجه اعلام خواهد کرد. همچنان منتظر هستیم. بلال ظاهری در برابر شیرشاه مبارز، شیرشاه بسیار خوب کار کرد با آکن بسیار خوبی که به سر و صورت بلال ظاهری زد، تانست که بلال ظاهری را خواد بکنه و منتظر سرنوشت این رقابت هستیم. شهزاده حکم این رقابت چی نتیجه اعلام خواهد کرد؟ قسمی که معلوم میشه برنده مشخص است و ای در یونانیموس دیسیژن نرفته، معلوم دار است تکنیکال نکاوت بود و برنده شیرشاه مبارز است. پس نمیفهم به خاطر چی منتظر است. منتظر هست حکم ای رقابت شهزاده دلسوز. فکر میکنم که هیئت جوری حرفایی برای گفتن داره و منتظر هستیم تا نتیجه این رقابت اعلام شبه. پس از این رقابت منتظر یک مبارزه دیدنی دیگه بین وحید آشوری و فریدالله روحانی باشین. همچنان که جناب مبارز قبل از این رقابت صحبت کرد، وحید آشوری، بله شیرشاه مبارز دستانش با عنوان برنده این رقابت بالا میره و از سوی تماشاگران در استودیوی تلویزیون جهانی خورشید مورد تشویق قرار میگیره. همکار خوب مسعود هاشمی با شما خواهد بود و جوایز تفویض خواهند کرد. خب دوستان گرامی، شما مسابقه بسیار عالی را بین دو مبارز از افغانستان دیدید. با افتخارشون کف بزنید دوستان. شیرشاه مبارز در مقابل بلال ظاهری. کنشکات افغانستان بشیر احمد تیانج، رئیس جنبش جوانان، تشریف آوردن تا جوایز قهرمانان را تفویض کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خود به ملت مسلمان افغانستان، همچنان کشور دوست و برادر ایران، آغاز اولین مسابقه فری فایت را در کابل در قلب افغانستان مبارکی عرض میکنم. از این دو تا ورزشکار ما که خیلی یک مسابقه جالب، سنگین و نفسگیر سپری کردن، بر هر دویشان مبارکی میگم. اما طور که بلال جان هم خوب درخشید و پیروزی جناب مبارز را برشان تبریک عرض میکنیم و پیام اساسی ما به تمام جوانای افغانستان این است که نتیجه زحمات جواناست که الحمدلله امروز برای کشورشان، برای خانواده‌هایشان، برای ملتشان افتخار میاره. شما جوانان با الگو برداری از این جوانا به ورزش، سپورت و تندرستی و سلامتی روی بیارین. موفقیت بیشتر را برای ورزشکارهای خود آرزومند هستم. جان سپاس ترکستانی صاحب، آل از قهرمان این مسابقه میخوایم احساساتش بفهمیم. سلام علیکم، به یک سلام بسیار مجدد به حاضرین بطالان و تشکری از برادر قهرمانم که همچه مسابقه های بزرگ در داخل افغانستان به خاطر رشد جوانای افغان برگزار میکنه. قبل از اینکه وارد قفس شدی چی فکر میکردی که قهرمان میشی یا میبازی؟ خواب رکت پیشنیاد کرد، نمیتونه گفته، نمیتونه کس کدو هیچ فایتر گفته نمیتونه که ما چیز میشیم برنده مسابقه. خب تشکر، کامیابی تا براتون تبریک میگم. با افتخار شیرشاه مبارز و هر دو مبارز کف بزنین دوستا. بلال ظاهری را هم تشویق کنین و شیرشاه مبارزه هم.
دو تقدیرنامه از طرف سازمان جنبش جوانان و تقدیرنامه بعدی از طرف تلویزیون جهانی خورشید با شیرشاه مبارز از طرف مهمانان گرامی برنامه تفویض میشه. دوستان، مسابقات فوق العاده هیجانی و جالب شما دیدین. بلال ظاهری در مقابل شیرشاه مبارز. حالا کپ زیبای نصیب شیرشاه مبارز شد. تشکری بکنم از شرکت سوپرکرو که همیشه امپانسر کده قرمونا را و ورزشکارا را. تشکری میکنیم. تشکر از مهمانان گرانقدر، از مبارزین عالی و داوران محترم و بیننده های عزیز تلویزیون جهانی خورشید و تشکر از اپی انرژی درینگ و کمپانی سوپرکولا. میریم به طرف یک وقفه. دوستا شبکه ها را تبدیل نکنین، با شبکه جهانی خورشید باشین.